سلام، امروز یکی از جدیدترین خودروهای شاسی بلند کوچک شهری رو براتون آماده کردیم. خودرویی که با قیمتی بسیار رقابتی وارد بازار شد و از بعد ورودش تونسته به سرعت اسمش رو سر زبون‌ها بندازه. سانگیانگ تیوولی. پروژه سانگیانگ تیوولی حدود 3 سال طول کشید و اسم اون از شهری در ایتالیا برداشته شده. یکی از نکات جالب تیوولی اینه که اگه اسمشو برعکس بنویسین به صورت آی لاو ایت خونده میشه. سانگیانگ با وجود اینکه همیشه خودروهای تولید میکرد که از نظر فنی از هموطنهای خودش یعنی کیا و هیوندا بهتر بودن، ولی از نظر ظاهری خیلی جذاب نبودن مثل رودیوس، ولی تقریبا از نیو اکتیوم به بعد شروع به تولید خودروهایی کرد که از نظر ظاهری هم جذاب هستن. همونطور که میدونید سانگیانگ از ابتدا به صورت تخصصی روی تولید محصولات شاسی بلند کار کرده و الان قسمتی از سهام این شرکت توسط ماهیندرای هند خریداری شده و تیوولی اولین محصولی هستش که بعد از این همکاری داره تولید میشه. تیوولی توی بازارهای جهانی با دو موتور 1.6 لیتری بنزینی و دیزلی عرضه شده که توی ایران فقط مدل بنزینی اومده و توی سگمنت شاسی بلندهای کوچک شهری است، یعنی همون سگمنتی که توش کیا سول یا رنو کپچر قرار داره. از نظر ظاهری باید بگیم تیوولی نسبت به قیمتی که داره خودرو جمع و جور و خوشگلی و به راحتی تونسته نظر بسیاری رو به خودش جلب بکنه. روی تیوولی یه موتور 1.6 لیتری نصب شده که میتونه حداکثر 128 هسته بخار و 160 نیوتن متر گشتاور رو تولید بکنه. اگر بخوایم یه مقایسه بین رقیبان داشته باشیم تقریبا موتورش مثل کیا سول هستش، ولی رنو کپچر روش یه موتور 1.2 لیتری توربو نصب شده که هسته بخار کمتری ولی گشتاور بیشتری رو تولید میکنه. یه نکته هم هستش که همشون الان دیفرانسیل جلو هستن و هیچ کدومشون فعلا به صورت دو دیفرانسیل عرضه نشدن. صندوق عقب تیوولی برای استفاده شهری کاملا خوب و کافیه و دقیقاً 423 لیتر حجم داره. اگه بخوایم مقایسه هم بکنیم از رنو کپچر یکم کمتره، ولی نسبت به کیا سول خیلی بیشتر فضا داره و نسبت به ابعاد اندازه‌ای که داره کاملا خوب و قابل قبوله. سانگیانگ تیوولی تو دو مدل الیت و اسپورت عرضه شده. توی مدل الیت سانروف و روف ریل داره، ولی توی مدل اسپورت به جای سانروف و روف ریل سقفش رنگیه، بال عقب داره و شیشه‌هاش هم دودیه. یکی از نکات خوب تیوولی اینه که توی قسمت عقب برای پا فضا خیلی خوبی هست که به فاصله بین دو محور برمیگرده و تقریبا شبیه رنو کپچره، ولی از کیا سول خیلی بهتره. یه نکته خوب دیگه اینه که از نظر عرضی خیلی کافی و تقریبا سه تا آدم بزرگسال میتونن نسبتا راحت توش جا بشن. یکی از نکات خوبی که توی نسل جدید محصولات سانگیانگ یعنی کوراندو تیوولی دیده میشه اینه که مثل ظاهرشون داخل کابین هم طراحی بروزتری داره و از این نظر هم پیشرفت خوبی کرده. معمولا تیوولی از نظر سطح تجهیزات مثل دو هموطن خودش یعنی کیا و هیوندا خیلی خوبه و روی اون امکانات خوبی نصب شده، ولی موضوعی که توی تیوولی مطرحه اینه که نسبت به قیمتی که داره واقعا از نظر سطح تجهیزات رفاهی کامل و روی اون چاخه مخصوص روز، آینه های جانبی برقی، سنسور نور و باران، مانیتور 7 اینچی با دوربین عقب، سیستم ورود بدون کلید و دکمه استارت، کروز کنترل، فرمان برقی 3 حالته، روکش چرمی صندلی ها با گرمکن برای صندلی های جلو که برنده بهترین ارگونومی صندلی در کره جنوبی هم شده، آینه الکتروکرومیک، قابلیت کشندگی تا 1 تن نصب شده. یکی دیگه از نکات خوب تیوولی سیستم های خوب امنیتی و پایداریش هست که شامل 6 کیسه هوا در 10 نقطه مختلف، ترمز های دیسکی در جلو و عقب، ترمز های ABS و EBD، سیستم ضد لغزش خودرو در زمان شتابگیری، سیستم فعال ضد واژگونی خودرو، سیستم کمکی در سربالایی و سیستم ضد هرزگردی نصب شده. با یکم رانندگی با تیوولی چند تا چیزو خیلی سریع میشه فهمید. یکی اینکه گیربکس 6 سرعته خودکار آیسنش خیلی خوب و سریع دنده ها رو عوض میکنه.
یکی دیگه هم اینه که فرمونش به صورت دیکات شیپ هستش. معمولا فرمونه که زیرشون تخته به خاطر شکلش بهش میگن دیکات و این باعث میشه که شما فضای پای بیشتری داشته باشین. یه دکمه هم سمت چپ اهرم دنده وجود داره که به کمک اون میتونین به صورت دستی دنده ها رو عوض بکنین. یه نکته دیگه هم هستش که ترمزاش خیلی خوبه و حس اطمینان رو به راننده میده. اما یه مورد بد در مورد تیولی اینه که صدای محیط زیاد داخل کابین میاد و وقتی دور موتورتون هم بالا میره شما صدای موتور زیاد توی کابین میشنوید. شتاب 0-100 که به صورت رسمی برای تیولی اعلام شده 12.3 ثانیه برای مدل اتوماتیکه. حالا ما هم می‌خوایم تست بگیریم و ببینیم در شرایط ما به چه عددی میرسیم. برای اینکه کارمون دقیق‌تر هم باشه از دستگاه قدرتمند و دقیق وی باکس استفاده می‌کنیم. تیولی اعلام کرده 83.5 میلیون بدون احتساب مالیات به ارزش افزوده هستش. با این قیمت باید بگیم که کیاسول که حدود 100 تومنه یا نانو کپچر که حدود 110 تومنه ارزون تره و یکی از برگای برنده تیولی همین قیمتیه که داره و بعد گفت با توجه به امکاناتی که داره در اختیارتون میذاره با این قیمت ارزش خرید نسبتا خوبی داره.